این افراد باید به اشد مجازات برسن. با اینا مسلمان دولت باید پیگرد قانونی کنه، برخورد شدید کنه، چون جوانا رو منحرف کنن. به نظر من باید با اشد مجازات باشون برخورد بشه، اشد مجازات برای اینها داده بشه و یه جوری باشه، یه فرهنگ سازی. حالا این مشکل پیش اومده دیگه، نمیشه کارش کرد. یه فرهنگ سازی بشه که دیگه جوانای دیگه به سمتش بره. ببینید مثلا چند سال قبل باز یه اکیپ دیگه رو گرفته بودن، حالا یه گروه دیگه. بعد اینجوری بشه که اینا ریشه‌کن بشن، اصلا دیگه از صحنه روزگار محو بشن. باید برخورد قاطع باشون بشه که دیگه اجازه همچین کاریو به خودشون ندن. قطعاً باید باشون یه برخورد خیلی ویژه‌ایشه. حالا توی یه قسمته میشه گفت آدم توی جایی فرهنگ سازی میکنه، آدم ها رو آشنا میکنه که دست به این کار نمیده. وقتی یه کسی یه سری افراد حالا برسه هر افکار غلطی یا یه سری لجبازی ها با فرهنگ ایرانیشون که خود ذات اصلیشون میخوان یه کار غلطی انجام دادن، قطعا باید باشون برخورد خیلی ویژه‌ای بشه. با اینا باید سایتاشون فیلتر بشه، اصلا فیلتر شکنی موجود نباشه که سایتا باز باشه. اول یه قانونی باید بذارن که این شخصا رو باید مجازاتای سنگین، یعنی اشد مجازات رو واسهشون تعیین کنن. ان شاءالله که همشون گیر بیفتن. چه دلیلی داره اصلا بخوایم این سایتا بریم؟ باید بسته بشه، تمام سایتا باید فیلتر بشه. تا الانم خیلی زحمت کشیدن بیشترش فیلتر شده. با این افراد باید به شدت برخورد بشه، برخورد شدید، چون این مورد شوخی نیست. ما مسلمونی، دینمون اسلامه، هر کی به دینش احترام میذاره. تشکر میکنم از شما بینندگان محترم که در ثانیه های آغازین بامداد جمعه همچنان ما رو تماشا میکنید. جناب جعفری، در رسانه ملی و سینما و رسانه ها بسیار شده به تصویر کشیده شدن یک قاچاقچی مواد مخدر. مواد مخدر و قاچاقچی های مواد مخدر در فرهنگ ما الان آنقدر در واقع مورد غضب و ناراحتی و کراهت مردم هستند که شاید یکی از شدیدترین علاقابی که ممکنه به کسی بدن اینه که با سر و کارش با مواد مخدر هست. چرا؟ چون مواد مخدر روشن هست که منهدم میکنه فرد رو، از حیز انتفاع ثابت میکنه شخص رو و خانواده رو. در دادگاه انقلاب کسی رو که مقدار متنابهی مواد مخدر همراهش داشته باشه به عنوان قاچاقچی، مجازات های بسیار سنگینی براش وضع میکنن، چون نتیجه اثر برای همگان روشنه که در واقع چه بلایی سر شخص و جامعه میاره. ما با یک چیزی شبیه به این، و من میخوام بگم اگر موافقند آقای رنجبران و حضرت عالی، شدیدتر. ببینید مواد مخدر قابل ترک یا اینکه به لحاظ فیزیولوژیک رو انسان اثر میگذاره. شما تصور بکنید جوانی رو که تحت تاثیر سایت های مستحجن غیر اخلاقی در باورهای دینیش متزلزل شده، حریم خانوادش هتک شده، مرتکب رفتارهای خلاف عفت عمومی شده، برچسبی خورده که شاید قابل جبران نباشه. خانواده ها بسیار نگرانند. ما پس از اینکه این مستند شکر رو پخش کردیم از شبکه سوم، به هر حال با انبوهی از نظرات مردمی و به خصوص والدین و خانواده ها مواجه شدیم که خواستار این بودن که بدونن بالاخره سیستم های امنیتی، قوه قضاییه و به طور کلی واکنش رسمی در قبال چنین رفتارهایی چه خواهد بود. شما چه میکنید با مدیران و گردانندگان سایت های مستحجن اینترنتی؟ مطلب بسیار خوبی اشاره فرمودین. یه موقع است که دشمن برای ورود به خونه برای خودشون نشون میده، با سازوکار مناسب میاد، با اسلحه میاد، به صورت فیزیکیه و ما هم میبینیم، در روز هم میاد. به راحتی ما میتونیم باش مقابله بکنیم، برخورد بکنیم، تمهیداتی رو جهت رفع این یا دفعش به کار بگیریم. ولی زمانی که دشمن در تاریکی مطلق بیاد و ما هیچ گونه اطلاعی از این موضوع نداشته باشیم، قطعا قدرت تدافعی ما گرفته میشه و ما اون دفاعی که باید بکنیم نمیتونیم بکنیم، لذا اون به هدفش میرسه. سیل و زلزله اگر بیاد، انسان میتونه خودش رو به جایی برسونه، از جایی به هر حال آویزون بشه، بچسبه
به هر حال دادی بزنن. منتها اگر شیر گاز خونه باز باشه به این راحتی ها قابل تشخیص نیست. به راحتی هم آدم رو از پا در میاره بدون اینکه سر و صدایی داشته باشه. خطری که از این جهت امروزه متوجه جامعه ما، جوانان ما، خانواده های ماست، من عرض کردم کمش هم برای ما زیاده. ما در این زمینه هر چقدر شدت و عدت به خرج بدیم، مراقبت بیشتری بکنیم، هیچ موقع ضرر نمی کنیم. خطری که متوجه هست ما رو برون می داره که ما با آمادگی بیشتری دیم در مقابل این ناهنجاری خودمون رو آماده بکنیم. نقشی که خب همونطوری که اشاره فرمودید اکثر کار برای ما نوجوان و جوانان هستن، هرچند که سن کار برای اینها شاید داره پایین تر میاد. خب ذهن آماده است، وقتی یک تصویر آنچنانی میبینه، یک فیلم آنچنانی میبینه، این تصویر تو ذهنش میمونه و به این راحتی ها هم از ذهن بیرون نمیاد. ما ممکنه که برای اینکه یک نفر رو به راه راست بتونیم هدایت بکنیم، کمکش بکنیم، راهنماییش بکنیم، ساعت‌ها وقت بگذاریم تا این رو بتونیم برگردونیم، ولی برای از دست دادنش اینطور نیست. به راحتی ما افرادی رو میتونیم از راه به در بکنیم و به این شکل از اون وضعیتی که دارم خارج بشم. لذا حساسیت موضوع، احساس خطر موضوع برای کسی پوشیده نیست، ایجاب میکنه ضمن این که ما باید مراقبت لازم بکنیم، با خانوادهمون دوست باشیم، با بچه‌هامون دوست باشیم، به جای این که فرزندانمون، دخترمون، پسرمون برن با همسایه، با دوست، با اون درد دل بکنن، سوالاتشون مطرح بکنن، یه زمینه ایجاد بکنیم این سوالا با خودمون باشه. با هم دوست بودن خیلی از مسائل رو حل میکنه، با هم غذا خوردن خیلی از مسائل رو حل میکنه. نکات بسیار لطیف و ظریفی رو شما کردید. جعفری که به حال خانواده ها و ما اینو راز کردیم، برسیم به اون بحث مجازات. شما به عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جامعه اینترنتی نماینده واکنش رسمی در این اتفاقات به عنوان مقدمه اینا رو به هر حال ما یه مقدارش هم تقلب کردیم. برسیم به این ور قضیه، اون نقشی که خانواده و جامعه دارن، خود افراد دارن، نهایتا میرسه به این جایی که ما باید باشون برخورد کنیم. متاسفانه ما قانونی به نام قانون ویژه رسیدگی به جرایم اینترنتی تا حالا نداریم، هرچند قانونش تصویب شده ولی هنوز قطعی نشده، به مرحله اجرا در نیومده. منتها اونجا یک عناوین مجرمانه اومده که چیزای